فیلم 3 ساعته مارتین اسکورسیزی با شرکت رابرت دنیرو در نقش گنگستر ایرلندی تبار در یکی از خانواده‌های تبهکار ایتالیایی تبار آمریکایی از امروز به نمایش عمومی درآمد. بهنام ناطقی از نیویورک در این باره گزارش میده. بهنام، گزارش تو رو بشنوید. خب فیلم اسکورسیزی رو هم میخوان تو سینما ببینن، اما به قول منتقد وال استریت جورنال اظهار تأسف کرده از اینکه اکران فیلم رو شرکت نتفلیکس تهیه کننده یک ماه فقط میذاره در سینما و اون هم در چند سینمای معدود. بعد از اون به جای اکران پهناور سینماها تماشاگرها باید فیلم رو از طریق نتفلیکس رو پرده‌های تلویزیون نگاه کنن. قهرمان فیلم که در واقع یک ضد قهرمان هست، فرانک شیران، شخصیت محوری ایرلندی، در سن پیری نشسته در یک خانه سالمندان محقر و گذشته پرماجرا و خشونت آمیز خودش رو به یاد میاره که چگونه بعد از بازگشت از خدمت نظام در جنگ جهانی دوم به دار و دسته مافیا وارد شد و از رانندگی شروع کرد و به تدریج به مقام سرکوبگر و آدمکش حرفه‌ای مورد اعتماد مافیا رسید. یک سوم یا نصف فیلم در گذشته اتفاق می افتد که همه جوانتر بودند و برنامه ریزی به قدری طول کشید که وقتی خواستیم فیلم را بگیریم دیدیم اینها نمی توانند جوانتر بازی کنند. این شد که از یک نرم افزار استفاده کردیم که کاری تجربی بود. نرم افزار که استفاده شده بود، یه نرم افزار جدید هم 6 ماه بعد به دست مارتین اسکورسیزی رسید و برگشت عقب. اون فیلمایی هم که جوون کرده بودن دوباره با نرم افزار جدید جوون کردن. حضور بازیگرهای قدیمی اسکورسیزی در کنار هم میتونست نوعی تکرار در پیری باشه، اما اینطور نبود. خیلی شانسیه که این همه سال با آدمی مثل مارتین اسکورسیزی کار کنم. البته اون با همه خوبه، اما من و اون چیزی داریم که باعث شده این همه سال این همه پروژه با هم کار کنیم. منتقدا ضمناً 3 ساعت و نیم طول این فیلم رو از کوتاه توصیف کردن، چون کار پر از خیرگی هست. به قول مایکل فیلیپس در شیکاگو تریبون، فیلم عقب و جلو، پس و پیش میره و مدام غیر قابل پیشبینی تر و جالب تر میشه. به قول لینسی بار، منتقد اسوسییتد پرس، ساعت آخر فیلم به قدری تکون دهنده است که مدت‌ها بعد از دیدن ذهن تماشاگر رو مشغول میکنه. مدت هاست که تو رسانه ها درباره این فیلم خبر و مطلب میخونیم و ستایش های منتقدان از جنبه های مختلف فیلم که بعد از اکرانش بیرون اومد چنان هست که به قول یک منتقد این فیلم رو به یک حادثه سینمایی سال تبدیل کرده.